رسانه اینترنتی مووی باز با افتخار تقدیم می کند. اینو کی نوشتی؟ خیلی وقت پیش. کی؟ محمد بیا اینجا. چی کار میکنی؟ باید با هم صحبت کنیم. خیلی خوب، ولم کن. چرا این نامه رو به جای من مادرم خونده؟ چه فرقی میکنه؟ مگه چیزی رو عوض میکرد؟ هرچی تو اون نامه بود و برای توضیح دادم، چیزی عوض شد؟ دارم میگم چرا این نامه رو من نخوندم؟ داد نزن. من این نامه رو نوشتم و برات فرستادم. بعد ترسیدم، تا خونت اومدم که این نامه رو پیدا کنم، ولی مادرت قبل از رسیدن من اونو خونده بود. همین. محمد، قرار ما اینجا بخوابیم؟ آره، خب رو کاناپه میخوابیم دیگه. خب عمم چند روز رفت خونه فک و فامیلشو نیست. اگه باز بیا چی؟ هرچی باشه ما تازه ازدواج کردیم، اینم شد زندگی. سر میگی چی کار کنم؟ اونا رو از تو اتاق بندازم بیرون؟ ما رو نابود کردی. وقتی به هم گفتی میتونی بدهیتو پرداخت کنی، همه چیزو تموم کردی. فریها، از کجا داری میای؟ فریها، نگاه کردی چیزی بود؟ سر چی داری میگی؟ محمد، میدونی که من هنوز به اینجا عادت نکردم. یه صداهایی شنیدم، فکر کردم شاید تو انبار موشی چیزی باشه. به فریها گفتم بره یه نگاهی به انبار بندازه. موش بود؟ اینجا موش نداره. فریها، بازم ممنونم، شب بخیر. دیگه این وقت شب جایی نفرستش. باشه. وقتی ازم درخواست ازدواج کردی، نتونستم به جواب مثبت بدم، چون من فریهایی نیستم که تو میشناسی. امیر، من یه دروغگوام. من دختره همون خانواده ای هستم که تو حتی نمیخوای اسمشونم بشنوی. من دختره همون سرای دارم. چرا دیشب ازم دفاع کردی؟ درسته که ازدواج کردم، ولی منم مجرد بودم و اون دوران رو فراموش نکردم. منظورت چیه؟ میدونم که دوست طبقه بالا زندگی میکنه، حتما دیشب پیش اون بودی. یعنی چی؟ منظورم اون دوسته که تازه پدرش فوت کرده. گفتم شاید رفتی پیشش تا تسکینش بدی. حالا هرچی، ممنون. دستتو ببینم. چرا دستت نمی کنی؟ راست میگه، چرا دستت نمی کنیش؟ ای محمد، چی کارش داری ها؟ مال خودش بود و حالا پسش گرفته. تو این مسائل دخالت نکن. من دیگه میرم. برو.
منم میرم. بیا ببوسمت سهر. مامانم اینا تو اتاقشون هستن. خیلی خوب باشه. اینطوری نگام نکن. اگه جواب تلفنمو میدادی مجبور نمیشدم بیام اینجا. پسرم خونت خیلی به هم ریخته است. بهتره برات یه خدمتکار بگیرم. نه از این وضعیت راضیم. باشه من دارم میرم. باشه خودم باید جمعش میکنم. بفرمایید. سلام خانم، پیغامتون به دستم رسید. راستش منم تصمیم داشتم باهاتون تماس بگیرم ولی فکر کردم شاید بهتر باشه کمی صبر کنم. من میخوام همه کارا هر چه زودتر انجام بشه. میفهمم. من تا نیم ساعت دیگه میرم هتل. باشه، ممنون. عزیز دلم، حالا بابا دیگه پیش مامانته. اگه اینو باور کنی میتونی حسشون کنی. حالا دیگه اونا با همنو دارن به تو نگاه میکنن عزیزم. عزیزم من باید برم بیرون. لارا هم مدرسه است. دلت میخواد زنگ بزنم به گلایی و تولیم بیام پیشت؟ سلام خانم، من اینجا هستم. جان سو، من خیلی زود برمیگردم. بله، منم همین فکر رو میکردم. باشه، دیگه به هیچ وجه اجازه نمیدم که مسافرت بره. گفتم شاید خودتون بخواین بهش بگین که مسافرت رفتن چقدر برای سلامتیش مضره. نمیخواد. ببخشید الان نمیتونه صحبت کنه، ولی بازم ازتون ممنونم. باشه، شما رو در جریان میذارم. باشه، ممنونم، روز خوش. خودم میدونم دکتر چیا گفته. آه چه خوب. ولی من بازم بهت میگم شاید این دفعه جدی بگیری. دکتر گفت با لجبازی کردن فقط باعث میشی بیماریت وخیمتر بشه. گوش کن چی میگم، این دکترم کم کم داره مثل تو میشه ها زهرا خانم. خیلی خوب، درسته، دقیقا اینو نگفت، ولی منظورش از حرفاش همینه دیگه. بابا مگه اونجا چی هست؟ کی اونجا مونده؟
زهرام اینجاست. بابا من به دیدن زهرا رفتم، بهش گفتم که تو مریضی. صوفی بهت گفته بودم این کار رو نکن. آهان الان شدم صوفیا، وقتی خوبم میشم زهرا و در موارد دیگه میشم صوفیا، همیشه همین طوری بوده. محمد بیا، چند دقیقه دیگه یه ماشین صفر میاد، باید چکش کنی. یه ماشین نو؟ آره صفر، چکش کن ببینم چند مرده حلاجی. داداش یه وقت مشکلی پیش نیاد، نگن دستکاریش کردین گارانتیش باطل شد. خب کار ما همینه دیگه، یه جوری ماشین نو رو تعمیر میکنیم که گارانتیش باطل نشه. چه عالی، پس اینجا همه کارشون درسته. همینطوره. خسته نباشین بچه ها. خوش اومدی بابا. ممنون پسرم، ممنون. جای خوبیه، جای خوبیه. بزرگه نه؟ آره ماشالله، ماشالله. بذار براتون یه صندلی بیارم. نه نمیخواد. داشتم رد میشدم، گفتم یه سری بهت بزنم. فقط میخواستم ببینمت. حداقل یه چای بخورین. یه چای باشه طلب من. برو پسرم به کارت برس. فراموش نکن همه این زحمتات به خاطر نوامونه، فهمیدی پسرم؟ امیر، دنبال من بیا. میخوایم این مسئله رو بین خودمون حلش کنیم. با اینکه بینی دوستتو شکستی ولی بازم ازت شکایت نکرد. ولی ما اجازه نمیدیم که همچین اتفاقی تو محیط دانشگاه بیفته. چجوری برا توضیح بدم. میگن بیماری معدن چی هست؟ این بیماری به خاطر اینه که سالهای سال تو معدن و زیر زمین کار کرده، ریه هاش مشکل داره. خب حالش چطوره؟ خوبه؟ خوبه، ولی چون تلاشی برای خوب شدن نمی کنه میدونم که بدترم میشه. زهر خانوم، تو با بابام صحبت میکنی؟ نه نمیتونم این کارو بکنم. من فقط نگران شدم واسه همین زنگ زدم. ولی شما به هیچ وجه به من زنگ نزنین باشه. چی شد؟ هفته بعد میبینمت. کورای موقتا از دانشگاه اخراج شد؟ اون که اصلا دانشگاه نمیومد. الان باز هر شب میره مست میکنه. خب تا که اینا رو میدونی چرا جلوشو نمیگیری؟ چی کار میتونم بکنم؟ ببین فریها، نمیدونم اون مسئله چجوری از کنترل خارج شد، ولی تنها کسی که میتونه جلوشو بگیره تویی. دیگه همه چی بین ما تموم شده. اگه همه چی بینتون تموم شده بود امیر بازم تو اون خونه زندگی میکرد؟ یا چون همه چیز بینتون تموم شده تو نگران هستی که امیر یه وقت نره مست کنه؟ به هر حال خدافظ.
مثل این که نمیدونی امیر اخراج شده. فریها، تو امیر و ایکلر رو به جون هم انداختی، امیر به خاطر تو اخراج شد، الان خوشحالی نه؟ دختره یه بدبخت. ببینم تو تا کی میخوای به این کارات ادامه بدی فریها؟ اجازه نمیدم که باعث بشی بورسیمو از دست بدم. دیگه نمیخوام از دستت راحت بشم، حتی اگه من کاری به کارت نداشته باشم، دیگران ولت نمی کنه. آقا هالدون وصیت‌نامه‌ای ننوشته که بشه از روی اون میراثش رو تقسیم کرد. متاسفانه با اینطور مرگا خیلی زیاد روبرو میشیم. خب حالا من باید چیکار کنم؟ باید روند قانونی رو طی کنیم. 25% از کل دارایی همسرتون به شما میرسه و 75%ش هم به جانسو خانم. و اینطوری جانسو خانم میشه مدیر جدید هتل. ولی جانسو هنوز 20 سالش هم نشده. امکان نداره بتونه این کارو بکنه. از لحاظ قانونی حق امضای همه اسناد به علاوه مدیریت هتل با جانسو خانومه. ببینید، ما الان عزاداریم و درست نیست تو این شرایط راجع به این مسائل صحبت کنیم، اما به خاطر آینده جانسو من باید در مورد این موضوع صحبت کنم. جانسو دختریه که کمی مشکل داره، مشکل روحی، یعنی امکان نداره بتونه از پس همچین مسئولیتی بر بیاد. خب این موضوع خیلی مهمیه. یا ایشون باید وکالت بده که شما مسئولیت همه چیز رو به عهده بگیرین، و یا شما میتونین با داشتن گزارش پزشک مسئولیت همه چیز رو به عهده بگیرین. من مطمئنم که همه چیز به خوبی حل میشه. یعنی جانسو هم بالاخره میفهمه که بهتر مدیریت داراییاش به عهده من باشه. خیلی ازتون عصبانیه. فکر کنم فقط از دست من عصبانی نیستی. بشین. آیسون خانم، خیلی خوش اومدین. خیلی وقت بود این طرفا نیومده بودین. خیلی نمیتونم بمونم، یه کار کوچیکی باهاتون دارم. نمیخواین یه نگاهی به جدیدترین جواهراتی که تازه وارد کردیم بندازیم؟ خیلی ممنونم، شاید یه وقت دیگه بهتون سر بزنم. من به خاطر این اومدم. یادتون اومد نه؟ مگه میشه یادم نیاد؟ این یکی از خاص‌ترین طرحامونه. فکر کنم آقا امیر چند ماه پیش اینو خریده بود. میخوام بفروشمش. مشکلی پیش اومده؟ مشکل شخصیه. ببینین، من اولین بار یکی ازتون همچین چیزی میخوام. البته میدونم که این اولین باره. میشه یه لحظه صبر کنی؟ آیسان خانم، این انگشتری نیست که من به آقا امیر فروختم. نفهمیدم. این انگشتر تقلبیه. به نظرم خیلی غمگین شده. یعنی مثل تو شده. زهرای من معذرت میخوام. منم معذرت میخوام. میدونم که نباید بدون مشورت با شما اونجا میرفتم، ولی
با خودم فکر کردم اونم باید بدونه که شما مریضی، ولی بابا دلم طاقت نیوورد، خواستم اونم بدونه. راستش با خودم گفتم حقشه که بدونه تو مریضی. نه تو اینو نگفتی، تو با خودت گفتی که بابام حق داره که بشینه و با زهرا صحبت کنه، و تو خواستی با استفاده از بیماریم اونو اینجا بیاری. با خودت فکر کردی اگه بدون من مریضم راضی میشه که بیاد و با من صحبت کنه. نه زهرای من، نه. میدونم بابا، تو منو میشناسی، ببین الان خیلی خجالت کشیدم. زهرا، ما حق نداریم این کارو بکنیم، از اولش هم اینو حقو نداشتیم. میبینی عمرمون چقدر زود میگذره، الان دیگه خیلی دیره. بعد از این همه مدت همین که تونستم ببینمش برام کافیه. با اینکه نتونستم باهاش صحبت کنم، اما من اونو دیدم و اونم فهمید. بعد این همه سال فراموشش نکردم، همین برام کافیه. که اینطور پس حالا همه اینو میدونن. اگه نمیدونستم چقدر از تو بعدشون میاد، میگفتم ولشون کن و بهشون اهمیت نده. ولی فکر کنم این که بخوای از پس همشون بر بیای کمی برات سخت باشه. نمیذارم بیشتر از این اذیتم کنه. امیر چی؟ اون چقدر اذیتت میکنه؟ نمیخوام در مورد این موضوع صحبت کنه. خواستم بهت کمک کنم اما ناخواسته ناراحتت کردم. در حقم بی‌انصافی کردین، تحقیرم کردین. اینطور نیست، فقط به این فکر نکردم که امکان داره تو ناراحت بشی یا امیر ممکنه چه فکری بکنه. من فقط خواستم مشکلی که پیش اومده رو یه جور حل کنم. به همین راحتیه؟ نه. آره، با پرداخت بدهیتون مشکلاتتون کمتر میشد. ببینم تحقیرت کرد؟ انقدری که نمیتونی جواب بدی؟ من باید برم خونه. خونه؟ مگه کلاس نداری که میخوای بری خونه؟ نمیخوام سر کلاس برم. میدونم که الان میگین باید خیلی بیشتر درس بخونم، اما یعنی از دانشگاه میترسی؟ همه یه جوری به هم نگاه میکنن، همه یه اونه ای که میشناسمشون پشت سرم پچ پچ میکنن. این که مسخرم میکنن مهم نیست، ولی اولین باره که حس میکنم اینقدر تنها. حس میکنم گم شدم. نگران نباش، گم نمیشی. قطب نما دارم، نه؟ دقیقا. وقت ورزش نمی کنم. الان باید باشگاه باشم ولی پاشدم اومدم اینجا. ببینم این کارت باشگاهته؟ فقط همینو کم داشتیم. تو چی میخوای؟ اینجا فروشگاه لباس زنونه است، لباس مردونه نداریم. این حرفو نزن، منم تو فشن شو لباسای مردونه شما شرکت کرده بودم. حتما بدون دعوت اومده بودی. روی کارتای دعوتم نوشته بود که کلکسیون مردونه فقط همون یه بار بود.
کارت باشگاه تو فراموش کردی. در ضمن بینیت خوشگل شده. فکر نمی کنی که بینیمو جراحی کردم؟ راست میگی، هنوز جراحیش نکردی. روز خوش. موقتا اخراج شدی، ناراحت شدم. مهم نیست. من امیر، مادرمه. امیر درو باز کن، ماشینتو پایین دیدم، میدونم که خونه ای. نمیخوام منو ببینه. برو تو اتاق خواب، منو میفرستمش بره. چیه مامان؟ امیر. مامان. امیر گوش کن، اومدم اینجا تا بهت بگم که یه چیزی رو فهمیدم. این پیش شما چی کار میکنه؟ از سطل آشغال اتاقت پیدا کردم، احساس کردم چیزی نیست که بخوای نگهش داری، واسه همین بردم که پسش بدم، ولی نتونستم. پسرم برای چی سورپرایز دارم. این حلقه بدنیه. چی؟ ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز. این امکان نداره. تو اینجایی؟ اونم تو خونه یه پسر من؟ مامان امکان نداره اون انگشتر بدلی باشه. توی حلقه یه بدلی رو آوردی، به پسرم پس دادی؟ مامان